با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه اول هفته و به حال دوشنبه خوب، دوشنبه 18 دسامبر است، برابر است با 27 آذر. به حال دو روز پیشم 25 آذر بود و برای ما خاطراتی بود از روز مادر. به هر حال همگونه که روز جمعه روز مادر رو به همه مادرای عزیز تبریک گفتم، بار دیگه هم روز مادر رو خدمت شما خوبان و نازنینان تبریک میگم و امیدوارم که بها بتوانیم فرزندان شایسته‌ای برای مادرانمون باشیم. میدونیم که روزهای دوشنبه در این ساعت میریم خدمت دوست خوب هممون جناب آقای روحانی نازنین، وکیل، فعال سیاسی، شخصیتی که دل در گروه آزادی دارد. اجازه بدید که مثل هر دوشنبه عرض ادب بکنیم به آقای روحانی، سلام بکنیم، سپاسگزار باشیم از حضورش، تشکر بکنیم از اینکه مهر میکنه و میپذیره در خدمتش باشیم. آقا به شما درود میفرستم صمیمانه، از حضور سپاسگزارم، تشکر میکنم از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. با سلام خدمت شما و خدمت هموطنان عزیزی که به صدای من و شما گوش فرا میدن، اجازه بدید که من از زحمات شما سپاسگزاری کنم. کار سخت و سنگینی که به عهده گرفتید رو ستایش میکنم و این که اجازه میدید مردمی بتونن با هموطنانشون صحبت بکنن، نظراتشون رو بگن، عرض کنم وسیله ارتباط ما رو با هموطنان فراهم میکنید، یک دنیا منم از شما سپاسگزارم. امیدوارم روزی روزگاری عرض کنم که مردم ارزش این روزهایی رو که شما ایام جوانیتون در غربت صرف این خدمات کردین رو بدونن و بدونیم هممون. من از شما سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. محبت دارم ازم به حضور شما که آقای روحانی خیلی برای من عجیبه. در حقیقت یه آشفته بازاری تو مملکت وجود داره که اصلا همچی چیزی در هیچ کجا من ندیدم در این عمری که کردم و از جوانی هم علاقمند بودم به مسائل سیاسی و فرهنگی. یه چنین فضاحتی رو هیچ وقت ندیدم که در یه مملکتی این گونه آشفته باشه و لجام گسیخته باشه، دستگاه قادر به اداره امور مملکت نباشه ولی نظام سرپا بمونه. امروز دوباره این رئیس دادستان کشور کسی آخوندیه به نام منتظری اعلام کرده که قاچاق در ایران بیداد میکند و مسئولین و فامیلای اینها همه در این کار قاچاق هستن. احمدی نژاد هم از اون طرف راه افتاده که بله این رئیس قوه قضایی فاسده و من 48 ساعت مهلت میدم که این حرفایی رو که علیه ما زدی ثابت کنی، اگر نه من رو میکنم. امروز هم یه کاغذ آورده که من برادرش در ورامین زمین داره در اونجا. خب اینو مردم میدونن مقابلش کدامه. من میخوام نظر شما رو راجع به این لجام گسیختگی در مورد این فساد، در مورد اینکه چرا پس این چه با چه نیرو این سرپا ایستاده، واقعا این یه سواله. اگر خوشحال میشم بتونید توضیح کنید ما رو توضیح بدید که چگونه است، چطوری ممکنه این اینجور سرپا بماند در حالی که تمام ارکانش پوسیده و فاسد شده. بفرمایید تا بشنم.
عرض کنم حضورتون که من خودم در نظر داشتم قبل از این که وارد بحث بشیم به چیزایی بگم، اونو بعدا خواهم گفت، سعی میکنم که بیادم بمونه. عرض کنم و اما این که چرا اصلا چرا دیگم که اتفاقی میافته. ببینید ماهیت این رژیم از روز اول، از وقتی که خمینی با استفاده از حق ولایتی که دارم، بیچاره مهندس بازرگان آدم محترمی بود، اینو کشون تو بازی خودش، تا امروز هیئت حاکمه نمیتونه خودشو با شرایط حیات امروز بشر تطبیق بده. ما عرض کنم مردمی هستیم که دیروز بود پریروز بود ملل متحد عرض کنم یونسکو برای 1750 سالگرد تأسیس دانشگاه جنگی شاپور، یونسکو عرض کنم که این رو اولین دانشگاه جهان اعلام کرد و الان حیواناتی در اونجا حاکم هستن. یه استاد دانشگاه رو گرفتن به اسم دکتر عرض کنم که احمد رضا جلالی، کتر میگم بیا بگو من جاسوسم. بعدش هم عرض کنم این آقا به ایرانی بلژیکی استاد دانشگاه استکهلم، و تا الان هم دیدیم هفته گذشتم آقای مصداقی که من صحبتاشون رو گوش میکردم گفتن اینا جرأت کشتن این آدم رو ندارن، به مادر این آدم اطمینان دادم، منم به مادر این آدم از همینجا اطمینان میدم که اینها جرأت چنین کاری رو ندارن. سرنوشت صدام حسین رو فراموش نکنن، با کشتن بیگناه یه خبرنگار ایرانی به چه روزگاری افتاد. حالا این مثال رو برای این آوردم به شما عرض بکنم که طبیعت این قدرت سیاسی شیعه، جامعه شناسی قدرت شیعه که نگاه کنید، یه چیز متفرقی، تمرکز نداره، اصلا مفهومی به اسم مرجعی تر. من خودم از یه خانواده هستم، دو قرن در مازندران اجداد من آخون بودم، این چیزایی خود بلدم. مجتهد حق تقلید نداره، حق نداره تقلید بکنه. یعنی هر کدوم از کسی که به مقام اجتهاد رسید، عرض کنم حضورتون که خودش برای خودش مرجعی هستش، بنابراین تمرکزی اصلا در بین اینها وجود نداره که بشه مثلا حالت کلیسایی داد بهش. خمینی با سوء استفاده از عواطف عرض کنم حضورتون همه مردم، از جمله من، شما، بقیه مردم در جنگی که علیه استبداد سلطنتی داشتیم، آمد و قدرت عظیمی رو به چنگ آورد و همه رو خفه کرد. خب یه روز، دو روز، ده روز، 20 روز طول میکشه، بعد صدای این آیت الله در میاد، این ناچار آیت الله رو عرض کنم حضورتون که خلع درجه کنه، ناچار دادگاه روحانیت درست میکنه. اولین کارایی که این کسخلاف قانون اساسی خودش عرض کنم که همین دادگاه روحانیت بود، دادگاه ویژه روحانیت که هنوزم که هنوزه عرض کنم که بر اساس فرمان خمینی دستی که، بنابراین این یه موجودی هستش که لااقل مثلا تا 500 سال دیر تو این مملکت آمد، شاید مثلا قبل از سلطان محمد خداونده می آمد شاید یه چیزی بود، شاید مثلا 500 سال پیش می آمد میتونست اونجا دکون شیعه رو با چه می دونم با امپراتوری عثمانی دعوا را بندازه و دکون شیعه رو بتونه تقویت کنه و امپراتوری شیعه درست کنه. اما تو قرن 21 اونم نه تو افغانستان و پاکستان و عراق، تو ایران عرض کنم حضور تو با اون پیشرفت های عظیمی که جامعه در تاریخ حقوق سیاسیش کرد، ما به هر حال خدای نکرده نمیدونم 200 سال پیش یه تاجری از بهبهان رفته بود به کلکته، رفته بود بمبئی، کلکته، اونجا آمده بود راجع به فواید جدایی دین از دولت در
انگلیس کتاب نوشت، کلمه مشروطه رو از اونجا در آورد. 200 سال این قدیم، بیشتر از 200 سال، 1800 مثلا، 16 سال پیش. چنین کشوری که ممکن نیست میتونن اینا حکومت بکنن مگر با کشتن، اما اینا نمیتونن بکشن مگر با درآمد نفت. حالا بسیار موقع خوبی، اجازه بگید من وارد مسئله میشم که اصلا به این مقدمات ارتباطی نداره. شما سوالی کردید، به نظر من برای باز کردنش خوبه بگم امروز یا فردا، فکر میکنم امروز باشه، وزیر خارجه فرانسه قرار با وزیر خارجه آمریکا در مورد مذاکرات با ایران احتمالاً خواهند کرد هماهنگ بشه. اینها امتحان خودشون در 40 سال گذشته دادن، هر کدومشون، یعنی فهم فرانسه، حالا من راجع به بقیه کشورها دیگه، مثلا آلمان چیکار کرده، انگلیس چیکار کرده، اینا هم دو تا مورد میخوام فقط چند تا مثال بزنم. وقتیتون گرفته میشه، اصلا نظم بحث ما به هم میخوره. یک کسی هم زیر یکی از این کامنتر که ما جا گذاشته بودید برای تفسیر، یک کسی نوشته بود که از هر دری سخنی حرفای شما راست هم میگن. حالا اینجوری ما اینجوری صحبت میکنیم. عرض کنم حضورتون که نگاه کنید، اینها آمریکایی‌ها آمدن مسئله گروگانگیری رو به جای اینکه در شورای امنیت حل و فصل بکنن، آمدن با اینو زد و بند کردن برای اینکه بتونن اینا رو سوار شن جلو روسا بیستن، اینا رو بندازن به نیروهای چپ. لازم داشتن اون موقع احتیاج داشتن و به ننگین ترین کار در حقوق بین الملل دست زدن که تو اینو ول کن، من این پولایی که داری یواش یواش بهت میدم. بعدم این پولا رو بردن توی دادگاه لا، هیچ کس نمیدونه چه خبر شد. دادگاه لاه من دارم به این دادگاه یه عشق کنم که داوری اصلی لاه ارتباطی نداره، محل اتاق داوری بین ایران و آمریکا در لاه هست. برحال بردن و خوردن و همیزا مشغولن، انبال ایران، انبال مردم ایران توقیس می کنن که نو حسن حسین زد جعفر کنن، تو که با این رو معامله می کنی، تو که میری اون پشت میستی آقای ترامپ، تو که اون پشت میشه میگی این جیانی، این آدم کشی دست به دهان فرانسوی میشه باید ملاقات کنی تو را رو. تمام این سالا این کار را کرد. چرا؟ برای خود که منافع تاکتیسی اقتصادی داشتن، منافع کوتاه مدت داشتن. ببینید چه لجنی زدن به حقوق دولت، بزرگترین دولت، قویترین دولت روی زمین. دستورات ملل متحده پامال میکنه، اسلحه میده به خمینی که با عراق بجنگه و عراق هم اسلحه اینا رو میده. بعدم عرض کنم که چی میفرسته؟ کیک و انجیل و نمیدونم کورت میفرسته واسه امام خمینی، اون افتضاح ایران گیت رو میده. اینا بچه های ایران گیت هست. در فرانسه چه کردن؟ در فرانسه تو با بازی های مختلفی که چپ و راست و میانه با همه اینا کردن، عرض کنم حضورتون که از حضور پناهندگان ایرانی به ویژه سازمان مجاهدین استفاده کردن برای اینکه مثلا شیراک جلوی فعالیت های سیاسی آقای رجوی رو بگیره، یه بازی بگیره، اینا رو بفرسته به عراق. یا قاتل دکتر رجوی رو تو پاریس دست به معرفی مجاهدی دستگیر بکنن، بدن دست دستگاه قضایی، دادسرای ژنو درخواست استرداد بکنه، دادگاه پاریس بگی که آقا مسترد کنی قاتلو. عرض کنم تو تعطیلات پاسکوا وزیر بسیار خوشنام، کلمه بسیار خوشنام، من خواهش میکنم از کسی که ارث رو میشناسن برن ببینن پرونده های این رو از در مثلا 40-50 سالی که در سمت‌های گوناگون بوده، سمت‌های گوناگون سیاسی، ببینن این چه نکرده. پاسکوا ردشون میکنه به تهران به جای اینکه به دادگستری ژنو تبدیل بشه. عرض کنم حضورتون که آقای دوویلپن وزیر خارجه دولت آقای شیراک میره با خرازی، موقعی که وزیر خارجه بوده
میشینن روی قراردادی صحبت میکنه، میگه تو خیال راحت باشه، اجازه بدید من این کتابش رو گذاشتم، داشتم برای مسئله دیگه امروز میخوندم اینجا گذاشتم. ببینید این آدمی که این کتاب رو نوشته یکی از همکاران شماست، من از نزدیک دیدم این کتاب رو هم به من هدیه کرده، این آقا ژان کلود موریس، سالها مدیر عرض کنم که یک روزنامه که نتم که دیمانش که روز چی دو روز یه شنبه به فروش میرسید و همه میخریدن، معمولا میرسید تو مونوایی تو مونوایی ها میفروختن کتاب. اسم کتاب اینه، اگر تکرارش کنی تکذیب خواهم کرد. چی بهش میگه؟ وزیر خارجه فرانسه. چرا بهش میگه؟ برای اینکه اینه توی جلسه نشسته بود، این آقا خسته بود تو تیاره، خوابش بود، گفتن خبرنگارا برم بیرون، این آقا خوابیده بود، پاسدارا بود مراقبین اینا مطمئن که این آقا خوابیده، چرت آقا فرض کنم که تموم میشه، میبینه وزیر خارجه فرانسه به این میگه تو خیالت به وزیر به وزیر خارجه ایران به خرازی میگه خیالت راحت باشه، برسم اونجا به سرکوزی مجاهدین رو ارتشام که فیصله خواهد داد موضوعش. ببینید که دولتی مثل دولت بزرگی مثل دولت فرانسه که سیاست اروپا رو بعد از جنگ بین المللی رو متبلور میکنه، تقریبا چون تقریبا همین الان هم که رفته صحبت بکنه، صحبت از طرف اروپا میره صحبت کنه با تیررسون، اون وزیر خارجش میاد به خرازی میگه که فلان قرارداد اگه بنویسی من اینا رو میدم دست سرکوزی، سرکوزی که بعدا رئیس جمهور شده عرض کنم که 1350 تا آدم از این مرکز شورای ملی مقاومت پشتش رودخانه است، رودخانه اوور سورواز، این شهر اینجاست، این رودخانه از اینجا میگذره، دقیقا پشت ساختمونه، ساختمون های ایناست، با قایق از اینجا حرکت آمدن، با زرهی از بیرون و با هلیکوپتر از بالا. برای چی؟ برای اینکه 200 نفر حد اکثر 200 نفر آدم رو 1350 نفر از رودخونه و زمین و آسمون حمله کردن، ریختن، زدند و شکستند و بردند و اینا، که عرض کنم حضورتون بساط اینا رو به هم بزنن و باج به دولت ایران بدن. یک دونه از اینا اتهامات این دولت به اینا زده بود، یک در مورد یک دونه از اینا اثبات نشد، ولی خب کارشون رو کردن، ضربه رو زدن، البته مجاهدین هم از تر علیه مسئولین این جنایت صحبت نکردن، هنوزم نمی کنن، حقم دارن بترسن، برای دو وقت در اونجا زندگی می کنن، کار می کنن، فعالیت دارن، مرکزشون اینا، ممکنه ما انتقاد داشته باشیم بهشون، ولی برای اینا هموطن ما پناهنده هستن. ببینید من مثال های خیلی زیادی دارم، وقت شما گرفته میشه، از سیاستی که ایتالیایی ها در مورد قتل نقدی کردن، از قتل‌های دیگری که اتفاق افتاد در اتریش، قاتل رو گرفتن، قاتل شرف بخشید، قاتل آقای قاسملو رو گرفتن، معالجهش کردن، سوار تیاره کردن، فرستادن ایران، در محل عرض کنم جرم بوده، اسلحه داشته، آدم کشته، جرم مشهود بود، در جرم مشهود عرض کنم نمیفرستن پیش بازپرس، میبرن پیش قاضی رسیدگی بکنه. این اروپاست، اونم که آمریکاست. بعدم اینم که آقای اوباما روزهای آخری که داشت میرفت عرض کنم که اسکناس نقد جعبه جعبه برد و داد و زندانی پرد. این سیاست باعث شد جمهوری اسلامی با استفاده از قارت منابع استراتژیک ما، منابع طبیعی ما، نفت ما، از این به اینا بفروشه، از اینا بخره، بعد تمام منطقه آلوده کنه. تمام منطقه چیه؟
تمام جهان رو آویزون بکنه به کثافت ارتجایی جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی. و بعد هم نمونه تروریسم رو در جهان بده. کیه مسئوله؟ ابتدا اروپا و آمریکا هستن که از اینا نفت میخوان، پول، اینا خون میکنن تو تن این ارتجاع. و چه کسی در مقابل این ارتجاع ایستاده؟ ایرانیان ایستادند. آقای بهبهانی، من دیدم شما راجع به پسرفت جامعه ما صحبت کردید. جامعه ما پیشرفته ترین جامعه بین 57-8 کشور مسلمانه. هر یک از این کشورهای نظامی ها رو بکشید توی پادگان ها یه دونه امام خمینی در میاد. دیدی تو الجزایر، دیدی تو مصر، دیدی تو عراق، دیدی تو یمن، دیدی تو لبنان، دیدی. عرض کنم حضورتون که در جامعه ایران عکس قضیه اتفاق میفته. اگر نیروهای مسلح، اگر پاسداران رو از پشت رژیم بردارید، یک روز نمیشه. نگاه کنید به مقاومت زنان ما. ما پیشرفت کردیم. درسته از نظر تأسیسات اجتماعی ممکنه مثلا حتما قطعا جاده های ما خراب شده، نمیدونم مدارس ما خراب شده، نمیدونم. شما همین الان صحبت از فساد میکردید، من داشتم تو یاد داشتم نگاه میکردم که یک چیزی وکیل مجلس یک چیزی گفتم باور نکردنی. اصلا آدم باورش نمیشه. من نمیفهمم اگه وکیل دروغ گفته چرا تعقیبش نمیکنن، اگه راست گفته چرا گوش نمیکنن. میگه روزانه 3200 چینر، عرض کنم حضورتون، جنس قاچاق روزانه از گمرک خارج میشه. چرا؟ برای اینکه حکومت از بالا تا پایین فاسده، همشون فاسده. چرا؟ برای اینکه میگه ماش غارت دارن. چرا غارت میکنن؟ کسی که موندنی باشه غارت نمیکنه، کارخونه درست میکنه واسه خودش، استثمار میکنه، انباشت سرمایه میکنه. غارتگران انباشت سرمایه، غارتگران انباشت سرمایه نمیکنن، چون موندنی نیستن، میدونن سرنوشت خودشون. همشون از یم دزدن بدون استثنا، بدون استثنا غارت دارن. وقتی میگم غارت دارن، ذهنتون متوجه تیمورکنگیز نشه. اونا نه بولوزر داشتن، نه هواپیمای نمیدونم بمب افکن داشتن، نه تانک داشتن، نه توپ داشتن. می اومدن یه عده اسبار می اومدن روستاها رو ویران میکردن، مردم میکشتن، اموالشون میگرفتن میرفتن. مردم میرفتن اون پشت کوه اون طرف تا بعضی زندگی، بعد که اینا میرفتن دوباره میامنن قنات درست میکنن، دوباره گندم میکنن تو زندگی میکنن. آبهای کشور رو از بین بردن، خاک کشور رو از بین بردن، جنگل کشور رو از بین بردن، کوهخواری، کوهها رو خوردن، نگاه کنید همین الان شما محاکمه زرابه. حیف از تجربه است، انباشتی از دانشه، نمیتونه زراب رو تبدیلش بکنه به قضیه دریفوس. فساد عظیمی که جهان رو گرفته رو بکنه. همه اینا نویسندن، همه اینا اهل تحقیقن. حالا من خوشبختانه دیدم تو میهن تیوی یکی از همکاران شما، همکار ما، همکار شما شروع کردن به یک کاری، کار بسیار عظیمیه و زوزی. من امیدوارم همه کمک کنم برای این خانوم مدرک بفرستن در مورد زراب. این که دادگاه اینجور گفت، پس اونجور گفت، اینا گفت اینا مقدمات، اینا روشه، توش تمام فساده، تمام دزدیه. شما نگاه کنید توی مسئله زراب شوخی مگه؟ میگه رئیس تیم شورای امنیت ملی آقای نماینده کشور آمریکا، آقای ترامپ، معرفی کننده جامعه آمریکا، رفته بود با زراب. زراب میاد تو دادگاه میگه آمده به من 15 میلیون دلار بدم که فلان آخوندی که ضد اردوغان رو بدوزم.
بدزدیم. بانک های چین رو به لجن کشیدن، بانک های سنگاپور و مالزی و مالزی رو عرض کنم که آمریکا و انگلیس و تمام دنیا رو این به لجن کشونده. با این تازه یه موردش که کشف شده، این یه موردشه. این مثلا به یه چیزی بوده مثلا 5-6 میلیارد تا الان، چیزایی که گفتن دیگه حد اکثر تا اونجا میرسه. همین یکی که نیست. وقتی یک جرمی کشف میشه در جامعه شناسی میگن که عرض کنم حضورتون 10 برابرش در صورت پلیس خیلی خوب باشه و 15 برابرش در صورت پلیس خیلی خوب نباشه کشف نشه. 15 برابرش کشف نشده است. اینها غارتگرانی هستن که تاریخ به خاطر نره، ولی اینه تنهایی حکومت نمی کنن. اگه آقای شیرات، اگه آقای اوباما، اگه آقای ریگان، اینا مگه نمیگن این محور شره؟ مگه آقای بوش نمیگفت محور شر؟ مگه آقای اوباما نمیگفت بانک بین المللیه، ببخشید بانک مرکزی تروریسم جهانی؟ چطور از مصدق نفت نخریدن؟ اون موقع خیلی شرافتمندانه بود اون کاری که کردن. امروز خیلی بده این کار رو علیه آخونده بکنن. این پولهای مردم ایران که در بانک های اینا امانت هستش، اینا نمیتونه تبدیل به دارو بشه، تبدیل به شیر خشک بشه، تبدیل به عرض کنم حضورتون گندم بشه، مایحتاج مردم ایران تأمین بشه از این محل، و اینها پول نرسونن به سپاه پاسداران. بودجه رو هر روز شما اینجا دوستان گوناگون ما از جمله آقای مصداقی راجع به مسئله بودجه صحبت کردن. بودجه سپاه پاسداران 40% اضافه بشه. میلیون ها معلم، 6 میلیون بازنشسته سازمان بیمه اجتماعی. من تا الان این رقم رو نمیدونستم، امروز دیدم اینا 6 میلیون، من فکرم 3 میلیون. عرض کنم که اینا اموالشون تمام غارت شده. همین امروز من یه مقاله میکندم، نوشته بود 24 میلیارد دلار به دلار دولت فقط به سازمان بیمه اجتماعی بده کاره. البته این رقم غلطه، من این افتخار رو داشتم که مدتی وکیل سازمان بیمه اجتماعی بودم. این غلطه، برای اینکه خسارات ناشی از تأخیر تعدیه رو باید حساب کنن تا چقدر. تو کشوری که بهره 22% این پولا از زمانی که جمهوری اسلامی آمده این پولا رو نداده، انباش شده. و این اگه بخوایم با بهره حساب بکنیم یه چیز مثلا 200 میلیارد. بعد این سازمان در حال به هم پاشیدنه. این میدونید چه فاجعه ایجاد میکنه؟ بیش از نیمی از جمعیت کشور ما زیر پوشش سازمان بیمه اجتماعی هستن. اینها دیگه دسترسی به پزشک نخواهند داشت، دیگه دسترسی به دارو نخواهند داشت، دیگه بیمارستان ها نمیتونن اینها رو معالجه کنند. اینها حقوق غرامت ایام بیکاری نخواهند داشت، غرامت ایام بیکاری نخواهند داشت، غرامت ناشی از حوادث ناشی از کار، غرامت معلولیت نخواهند داشت، کمک برای حاملگی نخواهند داشت، کمک برای زایمان نخواهند داشت. و اینها خرابی رو پشت سر خودشون میگذارن. یکی دو تا ده تا صد تا نیست، غیر از آب و غیر از نمیدونم مواد مخدر که تمام کشور رو گرفته، غیر از یک دستگاه اداری فاسد، غیر از مردمی که همه چی بی اعتماد هستن، اینا پشت سرشون یک فاجعه خواهند گذاشت. به هر حال عرض کنم حضورتون که وقتی نگاه میکنیم میبینیم
که بودجه آموزش پرورش رو مثلا با بودجه وزارت اطلاعات مقایسه کنید. میگه چی 40 وزارت اطلاعات 42 اون 28 با سازمان تبلیغات اسلامی مقایسه کنید. وزارت آموزش پرورش با هر جا مقایسه کنید میبینید اینا رو پایین آوردن اونا رو بردن بالا. با بودجه های عمرانی مقایسه کنید. بارها گفته شده، من هم گفتم، دیگران هم گفتم، گوش میکنم برنامه های میهن تیوی رو و میبینم خوشبختانه از حیث کیفیت روز به روز داره بهتر میشه. اگر دوستان میهن عیب و اشکالی دارن میبینن، اون عیب و اشکال ناشی از تک تک ما هست، برای اینکه آقای بهبهانی کار سخت و سنگینی رو بر دوش گرفتن. همه ما وظیفه داریم که به ایشون کمک کنیم. ما اگر کمبودی هست در برنامه ها قطعا ناشی از اینه، برای اینکه کار بسیار سختیه. من کمی میدونم. من عرض کنم که تو چند تا هیئت تحریریه بودم، کار کردم، زیاد کار کردم ببخشید، و میدونم مشکلات قضیه رو تشخیص میدم و همینجا از این فرصت استفاده میکنم و آرزو دارم که هموطنانی که خوشبختانه روز به روز بیشتر، من فکر میکنم شما در روز 20,000 تا کلیک دارین به طور متوسط، و کمک کنن این کمبودها رفع بشه. من در اینجا میخوام از فرصت استفاده بکنم، مطلب قبل از این فراموش کنم بگم خدمتتون. یکی این که دیدم آقای عزیز بزرگوار، معلم خوبم، معلم مهربان، این آقای شاهین‌پر از من نه تنها سنش بیشتره، عقلش هم از من بیشتره. از کنم حضورتون که از زحماتی که خارجی‌ها بی خود میگم، کلمه خارجی شوی خیلی قشنگ نباشه، عرض کنم بقیه مردم و بقیه ملل برای حفظ آثار باستانی ایران کردن، اصلا خوشحالی کردن و میگفتن ای کاش خودمون میتونستیم این کار رو بکنیم، میتونستیم اینا رو نگه داشته باشیم، میتونستیم اینا رو حفظ بکنیم، ولی خوب شد که عرض کنم به هر حال اینا رو گرفتند و بردند و نگه میدارند و بشریت استفاده میکنه، تجربیات رو میبینه. من خواستم خدمت ایشون عرض بکنم، حتما ایشون میدونن که خاطرات شاردن در فارسی ترجمه های زیادی شده. یکی از ترجمه هاش که اینجا من دارم که 5 جلده، حالا مثلا حدود 400 سال پیش نوشته شده، اصل کتاب 2000 صفحه خواهد شد. عرض کنم حضورتون ترجمه اقبال یغمایی، این از همین فامیل های شاعر ماست. اینا همشون اهل علم و دانش هست. این طایفه یغمایی انباشت دانش و علم هست. این آقا زحمت کشیده ترجمه کنیم، یکی از آخرین ترجمه ها هست، ترجمه های خیلی زیادی در فارسی شده، خلاصه ترجمه شده، کامل ترجمه شده. بعضی از این ترجمه ها خیلی اشکال داره، بعضی کمتر. به هر حال فکر میکنم اولین آدمی که تخت جمشید رو توجه کرد بهش در حدود 400 سال پیش بوده و شاردن با خودش نقاش داشته و نقاش تصویر اون رو در اون زمان کشیده. من خیلی آرزو دارم که این تصویر رو با تصویر امروزی مقایسه کنم، ببینم چقدر خرابی ایجاد شده. دیگر اینکه آقای همنشین بهار، دوست دانشمند و فهیمم، در بیان مطالبی در مورد فلسطین گفتن که من در مفهوم با ایشون کاملا موافقم، به سوابق تاریخی اشاره کردن. البته خیلی خوبه افسانه ها و سوابق تاریخی، کتب مذهبی اشاره کردن اینها، ولی موضوعی که روی میزه راه حلش این نیست که اشخاص برن ببینن فلان کلمه از کجا آمده، این کلمه مال کجاست، نمیدونم اینا. مسئله عبارت از یه اختلافی روی زمینه، اختلاف ایدئولوژیک نیست، اختلاف حیات بشریه. اسناد حقوقی بین المللی وجود داره که این سرزمین، سرزمین مردم فلسطین بوده و عرض کنم که یهودیان میتونن در بخشی از این سرزمین زندگی کنن با فلسطینی ها.
تلاش ما بایستی در تشویق صلح باشه. و اگه بخوایم بگیم مثلا چه میدونم کلمه اورشلیم از کجا آمد، ما خیلی راحته میذاری توی گوگل بهت میگه که این کلمه اصلا آرامی بود، اصلا عبری نبوده، قبل از زبان کنعانی، قبل از زبان عبری ایجاد شده. اصلا خود کتب یهودیان اول به آرامی نوشته شده، قبل از همه اینا آرامی ها در اونجا بودن. اگه بخواد کسی از این حرفا بزنه، به آرامی ها همین الان 70-80 هزار نفرشون هنوز هستن در جهان خوشبختانه. عرض کنم اونجورتون که آرامی ها باید بیان اونجا فلسطینی ها و یهودی ها رو بیرون کنن، بگن بریم ما اینجا مال خودمون. و اسناد حداقل از نظر زبانشناسی کاملا مشخص هستش که این همه این زبان های اون منطقه، زبان های سامی و اینا از همینجا از همین آرامی آمده. بعد هم اصلا خودمون توی چی؟ توی نوشته توی کتیبه های هخامنشی هم داریم، به سریانی هستش رو به نمیدونم از جمله به آرامی هست. ما 4 تا زبان رسمی داشتیم در اون موقع. خب بعد هم ممکنه بیا بچه های هخامنشی بیان بگن آه ما میخوایم بریم اونجا رو بگیریم مال خودمون بود، این جز رعیت ها ما بود. نه، من به همه دوستانی که بسیار حرمت دارم برای همه شون، برای که همه اینا مردمان میهن دوستی هستن، مردمان آزادی خواهی هستن، برای دنبال این حرفا نمیام، میرم برای خودتون دنبال آسایشون. تبعیدی هستن تو اروپا، میتونن برن گردش کنن، نمیدونم عرض کنم چه میدونم، برن موزه تماشا کنن، نمیدونم برن تو کتابخونه، برن پیاده روی کنن، از زندگیشون استفاده کنن. عرض کنم که ولی وقتی میان کار میکنن، تلاش میکنن، اینها معلومه که اینها آدمای آرمانخواهی هستن. بعد از این همه تلاش ها، آدمی مثل مشتاقی، آدمی مثل یغمایی، آدمی مثل عرض کنم حضورتون همه اینا دیگه، حالا بس همنشین، بله همنشین زندانی 2 تا رژیم، آدمی که از زیر دستگاه اعدام فرار کرد، از تناب دار رژیم آخوندی فرار کرده، همه اینها هر کدوم در حد خودشون عرض کنم. آقای دادرس به هر حال عرض کنم که تلاش داره میکنه برای امرار معاش، بایستی صبح تا غروب، من نمیدونم چه کار ایشون داره که بایستی این باوری همه سفر بکنم، میتونه واسه خودش عرض کنم بره تو کافه های پاریس بشینه، حالا مثلا کافه ماکسیم نره، بالاخره میری توی کافه دیگه بشینه قهوه بخوره، کتاب بخونه، نمیدونم بیف بکنه. وقتی میاد وقت میگذاره کار میکنه، این آدم با ارزشیه. من برای خودم این به خودم این اجازه نمیدم که از دوستانم استدعا کنم به مسائل به شکل مشکلات روی زمین نگاه کنن و این مشکلات رو هی پیوند ندن به افسانه ها و قرآن اینجوری نوشته، من بگم تورات اینجوری نوشته، مسیحیان اینجوری میگن، اینا اینا گفتن خدا پدرشون بیا و بریم یاد بگیریم. مشکل در اونجا، مشکل روی زمینه، مشکل قواعد حیات بین المللی هست. و حالا عرض کنم حضورتون که ببینید که حالا میگم صحبت چجوری میکنیم، من یادم بیاد که اولا خدمت آقای دادرس عرض بکنم که اگر من در مورد جسارت هایی که به ایشون شده اظهار نظری کردم، واقعا خیلی کم بود اون حد اظهار نظرم، در مقام دفاع از ایشون نبود، قبل از همه در مقام دفاع از خودم بود و در مقام دفاع از حقوق انسانی بود. و من سپاسگزارم، من کاری نکردم و کمم کردم. بعد از این که ما استعفا کردیم، دیدم در یک جلسه ای که در مورد آقای امیر انتظام بوده منم حضور داشتم، منم رفتم اونجا جزء اشخاصی بودم که در اون جلسه عرض کنم حاضر بودم، شاید مثلا 100-200 نفری بودن، 150-200 نفری بودن. در اونجا میگم یه آقای آمده از من سپاسگزاری کرد که شما تو استعفا نامتون از جسارتی که نسبت به یکی از این اشخاصی که جدا شده اعتراض کردی به رجوی، و من از شما سپاسگزارم بودم بابا از من از حقوق اون دفاع نکردم، از حقوق خودم دفاع کردم، برای اینکه یه کار عجیبی کرده مسعود رجبی.
برگشته یا آقا گذاشته رفته، بعد از عمری گذاشته رفته، حالا کار بد کرده کار خوب کرده اینا، به جای اینکه بگه آقا تو چرا رفتی، یا مثلا بگه که تو چرا رفتی به صف دشمن، برگشته کاغذ در میاره که این آقا فلان جا خوابیده، اینجوری خوابیده، اونجوری کرده فلان. ببینی یه خانومی آمده، خانوم مثلا سلطانی است، شما من نمیدونم شغلش چی، چی کار کرده، چی کار میکنه، پرونده‌هاش مسئول نداری داره، چون توی دستگاه اونم تربیت شده، این همین کار رو نه خیلی کمتر به رجلی گفته که تو مثلا عرض کنم که حتی تجاوز هم نگفته، گفته مثلا تو روابط جنسی با زنان دیگه داره، حتی نگفته تجاوز کرده. آها اینا چاره کردن خودشونه. چطور تو به خودت اجازه میدی چنین کاری رو باب بکنی دیگران نکنن؟ چرا؟ به چه دلیل؟ بعضی با من میگم فلان کرد تو عرض اینا تو به تو کاری ندارن، تو هم به اینا کاری نشد. من برای دفاع از خودم کاری نکردم، این کارها برای دفاع از پرنسیپ هاست، برای دفاع از حقوقه. اینا باید یاد بگیرن که گذشت اون دوره که اشخاص که از شورا می آمدن بیرون اینا باشون کتاب می نوشتن چاپ می کردن، اون دوره ترس رو یغمایی و مصداقی و همنشین و اینا بستن پروندشه، آدم بشه نکنید. این کارها زشته، این کارها بده، این کارها شما رو ذلیل کرده. اون عظمتی رو که تاریخ ایران فراموش نخواهد کرد تبدیلش کردید به یه پادگان برگشت ناپذیر، کاغذ گذاشتن که آقا ما برگشت ناپذیریم، ما میریم تو فلان جا به قول خودشون اشرف سوم تو فلان پادگان تو شهر توی نمیتونم آلبانی دیگه هم اون تو میمونیم، بر نمیگردیم یا بر میگردیم و چیکار میکنیم؟ خب اونجا برن ایران. حالا ببینیم به چه ذلتی خودتون انداخت. این که فلان خانوم بره تو فلان جلسه بگه اگه برادر اجازه بده روی اینا عملیات میکنی، اینا گذشته دورش. حتی درز دادن این اطلاعات هم توی انجمن ها اینا گذشته، و بعد خود اون انجمنی ها میخردن، بعضی ها ول میکنن که ما رو میرن، بیشترشون رفتن، نکنید، فایده نداره. حتی اگه بتونید این کار رو بکنید بازم فایده نداره، اصلاح بشید. دیدم یکی از همکاران ارجمندم که من از همینجا تعظیم میکنم خدمت ایشون، خدمت همسرشون، خدمت بچه هاشون، خانواده فضل و زحمت و ادب و پرهیزکاری و اینا، یادداشتی نوشتن که آقا این پرونده یه نمیدونم بازگشت ناپذیری که این درست کرده با حقوق بشر چه ارتباطی داره؟ هیچ ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نداره. انسان حق اسقاط حقوق طبیعی خودشو نداره. من حق ندارم بگم عرض کنم حضورتون پدر من پدر من نیست، پدر من پدر منه، نمیتونم، این جز حقوق طبیعی منه. من حق ندارم بگم که من حقوق سیاسی از خودم سلب میکنم. نوشته گرفتن از اینایی که میخوام برن اشرف سه کار کثیفیه، کار بدیه. این کار خمینیه که میگه ولی فقیه اینجوری گفت تموم شد، شما رأی دادید تموم شد، نکنید، کردید این کار نکنید. آمده بعد از 52 سال جانشین حنیف نژاد کسی شده، من اگر شما بپرسم اسمشو بلدین میگی نه. از همین آدمایی که صدای منو میشنون بپرسیم اسم خانوم میگن نه. چرا؟ برای اینکه اینا ارتباطی با جامعه ندارن. این خانوم، من حالا مقایسه کردم زندگی این خانوم با زندگی یکی دیگه از همبلایتی های این خانوم، پیش خودم یه خانومی هست به اسم حتما دیگه هم این دیگه هم ایرانی ها میشناسن، این خانوم رو همه ایرانی ها میشناسن. اولین بارم که اسم این خانوم رو شنیدم موقعی بودش که تو مجلس این خانوم
معصومه علی نژاد قومی که البته قومی نیستن، این خانم مالی غریه هستش در مازندران نزدیک شاهی و بابل، اسمش هست قومی کلا. کلا همون کلمه که در فارسی تبدیل شده به کلات و اعراب تبدیلش کردن به قلعه. کلا یعنی آبادی. ما خیلی از روستاهای مازندران کلمه کلا رو دارن، مثل قادی کلا، رستم کلا، خورشید کلا. حالا عرض کنم حضورتون که این خانم موقعی که شیرخوار بود مسئول فعلی سازمان مجاهدین خلق ایران، عرض کنم که تو فعالیت سیاسی بود، میتونست مادر این باشه، مادر خانم مسیح میتونست باشه. شاید احتمالا سن مادر این خانم مسیح علی نژاد قومی که بهش میگن مسیح، مسیح علی نژاد، معصومه است الواقع اسمش. عرض کنم حضورتون که من زندگی این دوتا رو مقایسه کردم با هم دیگه، مادر و دختر. مادر شهرنشین در شهر شاهی از یه خانواده سیاسی میدونی خودتون نوشتن. عرض کنم حضورتون که بعدم از همون سن چون 17-18 سالگی توی فعالیت های سیاسی بوده تا الان. شما یه سخنرانی از این پیدا بکنید که 100 نفر گوش کرده باشن، خانم مسیح علی نژاد که جای بچه اینه توی یک روستایی چی شده بزرگ شده، خوشحالم که از تبارش و خانوادهش افتخار میکنم، منم خوشحالم از این که ایشون دختر یک زحمتکش شادیکار مازندرانی هستن. عرض کنم حضورتون که آمده درس خونده، بعد دفته خبرنگار شده، نمیدونم رفته تو مجلس، چطور شد مجلس بیرونش کردن، حالا نمیدونم چطور شدش. فقط یادم میاد که موقعی که این خانم اخراج کردن، یه شب من یه مصاحبه‌ای داشتم با همین سیمای آزادی و مجاهدین، اونجا شاید مثلا بی احتیاطی کردم در انتخاب کلام، گفتم این خانم که موهای وزوزی داره، موهای خیلی نمیدونم پرپشت وزوزی داره اینا، وقتی آمدن پایین احتمالاً یا پرپشت دارن یا وزوزی اینا، دیدم از من چی کردن که فلان کس با خانوما اینجوری فلان اینا. یعنی من نمیدونم، هنوز فکر نمی کنم کلمه نه وزوزی توهین باشه، موی وزوزی و موی خودم اگر من شونه نکنم یه خود دست بزنم وزوزی میشه، و پرپشت و موهای بلند و پرپشت اینا. من نمیدونم، به هر حال خاطرم بود که اون شب که آمدم گفتم آقای دختر خانم اذیت کردن و پخش کردن، جسارت کردن بهش اینا، آمدن من یادم مونده که از کجا دیدم این خانم. این خانم وقتی که برنامه داره واسه علیه چادر در ایران، 1,000,000 نفر 1,200,000 نفر نگاه میکنن. خب چرا خانم رجایی وقتی تو حرف میزنی 100 نفر نگاه میکنن؟ آخه درس نمیگیری، نه مگه به تو چی میگی؟ دیدم که این چی؟ این لاریجانیه یه حرفی زده که اینش اینا میزنن، اینن همین حرفی میزنن. در مقابل سوالاتی که مطرح شده از لاریجانی برگشته گفته، اینجا یادداشت کردم برام جالب بود، گفته در خصوص بعضی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا ما شروع به پاسخ دادن کنیم مشکل حل میشود یا در زمین دشمن بازی کرده. این همین جمله رو اینا میگن، کلمه دشمن. خب وقتی یه هموطنت از تو انتقاد میکنه، حتی دشمن تو، تو خودت جواب نمیدی، تو مگه اسم نیست مسئول؟ آقای رهبر عقیدتی به این مسئولی که انتخاب کردی به جای حنیف نژاد، بگو جواب بده از طرف تو، دهنش نبند، بگو به سیامک نادری جواب بده، جرأت داره جواب بده، جرأت داره خودش اصلاح کنه، عذر بخواد، اشکالی نداره، کوچیک نمیشین، بزرگ میشین، قوی میشین، آسیب پذیریتون کمتر میشین. و اگر بدوید دنبال نمیدونم، هفته گذشته دیدم باز دو سه تا لشکر کشی آمدن از آمریکا و انگلیس، جنرال بازنشسته، جنرال غیر بازنشسته آمدن، گفتم بدین دست اینا، مال اینا و فلان. کردین این کار رو دیگه، حالا 40 سال کردین این کار رو، بس کنید بیایید به دامن مردم.
اینکه شماها پاسخ دادن سیاسی رو اسمش گفتی جنگ سیاسی، نمیفهمی جنگ یعنی چه، واقعا نمیفهمی. دیدم توی این نشریه ای که مال اون آقای اخیرا به من گفته اسم این کوفی نیست، کوچیه. واجر کوچیه، یه نشریه دارن یه آقایی هستش بهش میگن حسین کوفی. حسین کوفی هم به این اعتبار میگن که اهالی کوفه نسبت امام حسین میگن بیوفایی کردن و نصف کار امام حسین تنها گذاشتن. این آقا موقعی که شلوغ شده بود، بخش بخش شده بود در اشرف، فرار کرد. بعد موقعی دنگ و فلان این هستی که فرار کرد، به نظر من نجات داد خودش و پسرهای بسیار خوبش و خانم بسیار محترمش نجات پیدا کردن. بعد اسم این گفت حسین کوفی. اخیراً کسی من گفت نه آقا اسم این هست حسین کوچی. من چرا کوچی؟ گفت برای اینکه این در زمان شاه یه دستگاهی وجود داشت از چند تا جنرال که تو محافل مختلف سیاسی و نظامی و اینا شایعه می پراکندن و اینا اسمشون بود کمیته کوک، کوکی. اینا کوک می کردن برای اینکه اینا شایعه داشت. و این آقا علیه هر کسی که کوچکترین انتقادی بکنه شغل اولش اینه که ارکان بره بگه زنش اینجوریه، بچهش اینجوریه، خواهرش اینجوریه، مادرش اینجوریه، نمیدونم خودش اینجوریه، فلان جو کلا برداشت، فلان جو به زن مردم جسارت کرد. از این کارا دیگه، از این کارا عرض کنم حضورتون که من به نظرم تلفن منه. اجازه بدید من این تلفن رو. بله تلفن شماست. تلفن بله اجازه بدید من پیداش بکنم. بله تا شما پیدا بکنین منم به عرض دوستان برسانم که من یه نکته بگم راجع به این. خوب شد که آقای روحانی مسئله رو مطرح کرد راجع به این کامنت ها. لطفا اگه من یادم رفته که این کامنت رو باز گذاشتم به من خبر بدین که من ببندم، برای اینکه هیچ کمکی این کامنت ها نمی کنه. کامنت ها جز فضیحت، جز اینکه و معلومه کاملا پیداست که اینا یه مش رجاله هستن که میدونی که چندین هزار نفر اینها نیرو دارن در همین دستگاه سایبری، فقط نشستن که این مسائل رو رصد بکنن و دنبال بکنن. بنابراین نه من متاسفانه اگر یادم رفته این کامنت رو باز گذاشتم از شما عذرخواهی میکنم. لطفاً به جای اینکه درخواست کنید به من خبر بدین که من سریعتر ببندمش. این که نه این کامنت ها باز نخواهد شد. خواستم این رو در این فاصله به عرضتون برسنم. یک دوتا باز بود الان دیدم و با توجه به تذکر آقای روحانی اونا رو هم بستم. خیالتون راحت بشه. بله بفهمید. من نگفتم ببندید. این شما خودتون سیاست خودتونه. من میگم دارم میگم اگر باز گذاشتم اشتباه کردم به من خبر بدید. آخه میبینم که موزی چند نفر نوشته بودن که آقا خوب کاری کردی باز گذاشتی فلا اینا. نه من خیلی کار بدی کردم باز گذاشتم. دوستان به من خبر بدید من زود اونها رو ببند. عرض کنم یه روزی که همین امشب هم صحبت کردیم خانم رجبی رو گرفته بودن، من مصاحبه ای داشتم، یه کسی آمد گفتش یه حرف بسیار زشتی علیه خانم رجبی زد و دیدم این آقای محترم عزیزی که خیلی هم دوستش دارم با اینکه میدونم بدبخت و مجبور کردن که علیه من امضا بکنه، حالا من نشسته بود داره قطع میکنه، دستی گرفتم برو قطع نکن، بذار بگی. گفت خواهر فلان، بعدم یه چیزایی گفت در زندان چجوری شد خواهر فلان اینا، خواهر مریم در زندان چجوری شد اینا، داشت قطع میکرد دستی گرفتم بذار بگی. گفت تا تایش این بیچارم آدم محترم و اینا سرخ شده بود، عصبی شده بود. من برگشتم گفتم من خوشحالم که صدات قد نکردم. مردم اینا که داشتی با کسی رو خواهر خطاب میکنم و چنین مطالب داشتی که میگن، فکر کنید اگه اینا مسلط باشن بر جامعه، وقتی داشتی با خواهر که خودشون میدید صحبت میکنم، داشتی به جامعه چیزی صحبت میکنم.
و اتفاقا وقتی که چیز همون شد تمام دوستانی که دیدن من جلوگیری کردم از قطع حرف اون از من سپاسگزاری کردم. من برخلاف شما خیلی موافقم، هر کس هر چی دلش میخواد بگه، شان و شخصیت و حیثیت خودش نشون میده. این که آقای رجبی بنویسه نمیدونم فلان کس فلان جا خابی، شان و حیثیت خابی دیدم چیکار کرد، فلان کار خوب کرد، فلان کار خوب کرد، تا چی بگم محترم ترین بخش حیات آدمی رو بیاره تو خیابون بریزه فحاشی بکنه، اولا خلاف پرنسیپ های بزرگ اسلامیه. فکر نکنی اینا واقعی میگم اسلامی، اسلامی کلی حقوق درستی هم داره. عرض کنم ما با مفاهیم اخلاقی و برجسته حقوقی اسلام من شخصا هیچ وقت اشکالی نداشتم. من این اعمال رو که میبینم به اسم اسلام انجام میشه باش خیلی اشکال دارم و این آقا خود رهبر عقیدتی میدونه و این حرکات رو میکنه. نکن آقا. بله اما آقای روحانی جانم بحث ما اصلا متاسفانه رفت به یک جایی، میخوام یه مقدار کمی راجع به عرض کنم حضورتون نتایج کارهای آقای ترامپ صحبت کنم. بفهم من واقعا متاسفم. دلیل تاسفم بگم خدمتتون، من ارادت عظیمی به پدران بنیانگذار دارم. استدعای من اینه که هموطنان عزیزم عرض کنم بزنن تو گوگل پدران بنیانگذار رو بیارن و ببینن اینها چه خدمات بزرگی به بشریت کردن، چه مردمان بزرگی بودن، چه تفکرات بزرگ و آرزوهای بزرگی برای هموطنان خودشون آمریکایی‌ها و برای بشریت داشت. و بعد نگاه میکنم که آقای ترامپ تمام دنیا رو دو دستی تقدیم خامنه‌ای کرد بدون استثناء. البته آقای اردوغان بود و بود و رفته سازمان همکاری اسلامی دعوت کرده، روحانی رو بردن اونجا و عرض کنم که بخوای نخوای روحانی امضا کرده که بخش شرقی رو بایستی بدن به، یعنی بخش غربی مالک خودشو داره. ولی در زمانی که چنین اتفاقایی میفته با اساس نه بر تعقل بلکه بر تعصبه، همیشه رادیکال ترین نظر پیشرفته ترین نظره. برای اینکه توده ها با تعقل سرکار ندارن. بنابراین خامنه ای گرفته. همین امروز دیدم یاد داشتم دیدم که ترکیه، در ترکیه، در استانبول، در بغداد، در بیت المقدس، در کابل، در تهران، در اسلام آباد، در قاهره، در رام الله، در بیت الله، دیشب هم که متاسفانه دو تا دانمارکی تو گابون، برای اولین دفعه اصلا گابون تو این دعواها نبوده، برای اولین بار دو تا دانمارکی رو یه آدم مسلمونی دو تا دانمارکی رو که اصلا بیچاره تو این قضیه دخالتی نداره به عنوان آمریکایی دیگه، احتمالا دیگه انگلیسی دارن صحبت میکنن، یه زبان دیگه دارن صحبت میکنن، غربی هستن، رفت زد نمیدونم یکی از اینا در حال مرگه، امیدوارم نجات پیدا کنه. تو مردم اصلا خود آمریکایی هم گناهی ندارن، مردم آمریکا چی گناهی دارن که آقا عرض کنم دلش میخواد فلان بخشه نمیدونم مسیحیان انجیلی رو تقویت کنه، بهش کوروش دوم و آقای هرشتان همکار خوب شما آقای دکتر آلبرت گفتن که اینه کردنش کوروش دوم. و خب این اولا توهین به ما، توهین به ما ایرانی هست. این کوروش دوم میشه اصلا با ایرانی ها بده، با آخونده دعوا داره، اجازه نمیده که پدر مادر این آدمایی که از دست آخونده فرار کردن رفتن تو اون کشور برگردن با من دوتا بیتی میبرنشون زندان از کپ اعدام سازه میکنن برنشون، اجازه نمیده پدر مادرها اینا بیان، برادرها اینا، دوستان اینا بیان، اینا عزیزان ما اصلا در اون کشور ما میخوان بریم. آقا اجازه نمیده. میگه که عرض کنم حضورتون که کسانی که در ایران گذرنامه دارن نباید بیان، نباید دارن. به هر حال بگذاریم، مصیبتی رو که این آقا ایجاد کرده صدمات جدی به صلح امنیت جهانی داده و بیش از همه تأکید میکنم بیش از همه به موجودیت اسرائیل و به مشروعیت اسرائیل سر بزنه. چه کسی دیگه میتونه از
موقعیت حقوقی فعلی دولت اسرائیل دفاع کنه. دولت فعلی، من نه موجودیت اسرائیل بگم. و این راهی برای بازگشت نداره. میبینیم که گفتن جنگ کردیم، داعش زدیم، داعش تموم شد. همین دیشب بود، پریشب بود که داعش داشت تو سن پترزبورگ بمب میذاشت. همین داعش عرض کنم حضورتون که تو پاکستان بمب گذاشته، بازم بمب میذاره. داعش رو با این کارایی که این آقا میکنه، داعش رو تقویت میکنه. خامنه ای پدر داعش رو تقویت میکنه. خوشبختانه استثناءً اروپایی ها مقاومت کردن، تبعیت نکردن. و شاید این یک روزنه ای باشه. حالا امروز که صحبت آقای وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه آمریکا، امیدواریم اینها توجه کنن به اون سیاست های عرض کنم توتالی و سیاست های کیک و کلت و انجیل و اینا رو دورش خط بکشن. به فکر این که عربستان سعودی به قول خودشون ناتوی اسلامی درست کنن، ناتوی عربی درست کنن، جنگ شیعه و سنی درست کنن نباشن. برای اینکه اینها این مصیبت ها در عصر جهانی شدن توی مرزای ما نمیمونه. این میاد تو جوامع مسلمان نشین مهاجر فروده است و این تعصبات توی پایتخت های شما بعدن اثرات خودش نشون خواهد داد. مصلحت بشریه، مصلحت صلح، مصلحت نیروهای ترقی خواهد جهان در این استش که آقای ترامپ از خر شیطون بیاد پایین، به مقررات بین المللی تن در بده و زحمت بکشه این یادگار پدران بنیانگذار رو بخونه یک بار دیگه و فراموش نکنه که در هر حال این آدم در مقام پاسداری از اون بزرگان تاریخ بشریت قرار گرفته. البته فکر نمی کنم آقای ترامپ اونجا نشسته باشه که حرفای این وکیل فراری رو، وکیل تبعیدی رو گوش بکنه. ولی ما یه وظیفه انسانی داریم و بایستی که به وظیفه انسانی خودمون عمل کنیم، هر چند بی نتیجه باشه. ما عرض کنم که وظایفی داریم. ضمناً گاهگاهی که میبینم شما آقای بهبهانی خیلی از روزگار مینالید، خدمتتون عرض بکنم که چند شب قبل یه کتابی میخوندم در مبحث جرمشناسی بود. حالا عرض کنم که یک جرمشناس بزرگ ایتالیایی با مجازات اعدام مخالفت کرد، بعدن 150 سال بعدش نمیدونم 100 سال بعدش ویکتور هوگو مخالفت کرد، بعدش ویکتور هوگو اصلا فرار کرد رفت بروکسل. این میدون کوچولوی بروکسل که اینا بروکسلیا بهش میگن گراند پلاس، یه میدون کوچولوی در مقابل میدانهای بزرگی که در دنیا وجود داره، توی این قهوه خونه ای هست ولی شکلات فروشی هستش. اون بالا نوشته است، این قهوه خونه نوشته است این شکلات فروشی یه دونه است بیرون میدون. اینجا نوشته ویکتور هوگو اینجا زندگی میکرد. ویکتور هوگو اونجا پناهنده بود، فرار کرده بود از دست فرانسوی ها برای اینکه مخالف مجازات اعدام بود. و همکار بزرگ ما، امیدوارم که زنده باشه، وزیر خوشنام، وزیر بزرگ میتران، عرض کنم که بدنتر، که خودش هم فرزند یک آدمی از مولداوی بوده، پدرش اینا پناهنده بودن، خودش یهودی بوده. و عرض کنم که این آدم تمام زندگیش برای علیه مجازات اعدام تلاش کرده تا در زمان میتران وزیر دادگستریش شده و آمده اعلام کرده که مجازات اعدام رو لغو کردیم، مجلس لغو کرده. حالا دوست عزیزم، شما تلاش داری میکنید، این تلاش شما باید همیشه پر امید باشه، برای اینکه این حیات ما در طول تاریخ بشری چند ثانیه‌ای محسوب میشه. برای آزادی همه ما با
بایستی بهاشو بپردازیم. تمام ملت ها پرداختن، از جمله ملت آمریکا، ملت فرانسه و بقیه کشورهایی که توش آزادی وجود داره. مردم تلاش کردن، قرنها تلاش کردن تا به اینجا رسیدن. اینه که امیدوارم شما کمتر احساس و تلخکامی بکنید. عمل خود شما شمعی هست در این برهوت سیاه، در این یلدای بزرگ میهن. درسته، ولی آقای رانی اجازه بدید من برگردم به یه مطلبی که شما بهش اشاره کردیم و اون که چرا من گفتم که جامعه پس رفته. بذار به یه نکته اشاره کنم. یکی به نام دکتر حسن حسینی، جامعه شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفته که قطعا روحانیت محبوبیت سابق را ندارد. رابطه همدلانه مردم با روحانیت تبدیل به رابطه ارباب و رعیتی شده. روحانیت که در حکومت قرار گرفت، اقتدار معنوی خود را تبدیل به اقتدار اداری و قضایی کرد. روحانیون هم معلم هستند و باید یک زندگی معلمی داشته باشند، نه اینکه بیشتر از یک معلم. سبک زندگی بخشی از روحانیان ما نسبت به اوایل انقلاب متفاوت شده. 28 سال پیش در دانشگاه فعال بودم، نماینده رهبری، با بنز رفت آمد میکرد، محافظ داشت، ولی رئیس دانشگاه پیاده و بدون محافظ. یا میگوید که حقوق نمایندگان مجلس 70% افزایش پیدا کرد، در حالی که میگه حقوق هر کدومشون یه چیز نزدیک 7 میلیون دلاره، 7 میلیون تومنه، ببخشید، و 70% به این اضافه شده، در حالی که هر کدوم از این نماینده ها در ادارات دیگر خلاف قانون حقوق میگیرن، کار میکنن. خب اینا نشون میده که جامعه پیشرفت نکرده. همین الان ما نگاه میکنیم تو خارج کشور، توی اینجا که به نظر من موش نمونه خرواره از نظر آماری، میگن بیشترین تعداد ایرانیان خارج کشور تو همین منطقه جنوب کالیفرنیا زندگی میکنن. پس بنابراین این میشه بگیریم که شاخص ایرانیان. شما نگاه کنید ببینید که یه خواننده، من اصلا کاری به این داستان ندارم، ولی یه خواننده از ایران میاد و در حالی که حالا جامعه یهودی بهش اعتراض کرده، ولی میگن مردم رفتن تماشا، یا همین الان دارن کنسرت میذارن توی اون لاس وگاس. خب کنسرت خیلی هم خوبه، ما که مخالف کنسرت و این مسائل نیستم، ولی خب این معلومه که پشت این داستان جمهوری اسلامی نهفته، وگرنه نمیشه شما این همه خواننده‌ای که 8-9 تا خواننده‌ای که اینا هیچ وقت حاضر نیستن در کنار هم دیگه قرار بگیرن، الان میرن توی کنسرت کنار هم قرار میگیرن. این نشون میده که پشت ماجرا جمهوری اسلامیه و دنبال پول میگرده. همین الان سایت العربی هم از به نقل از پولیتیکو یه مطلبی رو منتشر کرده که در دوره اوباما به قصد نزدیک شدن به ایران و در حقیقت جلوگیری ایران از رسیدن به یک کشور اتمی تلاش کرد که بتونه ایران رو بگیره، ولی بابت این کار چقدر به ضرر مردم ایران و جهان عمل کرده و نوشته که مثلا دستگاه مبارزه با مواد مخدر دنبال کرده بود قاچاقچی ها رو و بعد پیدا کرده بود که اینا چجوری با حزب الله و غیره در ارتباطن، ولی اوباما مخالفت کرده بود با اینکه برن و جلوی اینا رو بگیرن، به خاطر اینکه میگفت اون تیکه خراب میشه، ما میخوایم با ایران این چیه هسته‌ایش رو ازش بگیریم. خب این همین که از اولم پرسش نخستم هم همین بود که یه جامعه‌ای که تمام ارکان دولتش اینجور پوسیده فرو ریخته ولی اتفاق نمیفته. خب این نشون میده جامعه حرکت نمیکنه.
این دلایل من است برای اینکه این جامعه نسبت به گذشته عقب رفته. ولی اینکه شما مقایسش بکنی با کشورهای همسایه، خب طبیعتا ما همیشه این رابطه رو داشتیم. همین گفتگوی من با آقای هایس جهادی در که به همت شما اونجا، من از این بابت از شما هم ممنونم که انجام شد. خب اونجا آقای هایس جهادی دقیق برای ما میگه که چرا نمیذارن ایران پیشرفت کنه. میگه به خاطر اینکه ایران مؤثره در منطقه، اگه ایران پاک بشه کشورهای منطقه پاک میشن، بنابراین اینا نمیخوان که چنین اتفاقی بیفته. و اینکه یه رابطه مستقیم بین ایران و کشورهای منطقه وجود داره، چون ایران عقب رفته به همون نسبت کشورهای منطقه هم بسیار بسیار عقبتر رفته. این دلایل من. میشنوم فرمایش شما. عرض کنم که من دو تا خبر رو همین الان که با هم صحبت میکردیم خوندم و فکر میکنم این دو تا خبر یه خورده اختلافات من با شما در این زمینه کم بکنه انشاءالله. یکیش اینه که فرمانده سپاه تهران، حالا اسمش هم نمیدونم، مثل هم یکی دو روزی هم عوض شده، صحبت کرده از زلزله اجتماعی که در حال رخ دادن است و بالاخره برای اینکه این گلوی زلزله اجتماعی رو بگیره، علاوه بر نیروهای انتظامی، پیشنهاد میکنه که سپاه میاد تو خیابونها ولی نمیگه من گلوی کیو میخوام بگیرم، اسمش میگه، میگه من میام میخوام تو خیابونها بیام، ولی برای چرا میخواد بیاد تو خیابونها؟ میگه برای جلو زلزله اجتماعی در حال رخ داده است، به خیابانها میرویم، دزدان و اراذل و اوباش رو با گشت های ویژه دستگیر خواهیم کرد. اسمش هم بوده سردار یزدی، فکر میکنم امروز و دیروز هم عوض شده. حالا بگذاریم، پس زلزله اجتماعی در ایران وجود داره، منم نمیگم، این آقا میگه در شهر 12,000 نفری تهران. یه خبر دیگه هم براتون میگم، این دوتا بذاریم پلو هم دیگه. امیر احمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان جشن 30 سالگی تأسیسات و تأسیس خوشی میگیره، تعریف میکنه که سایروس فرانس وزیر خارجه کارتر رئیس اینا بوده و تعریف میکنه که احمدی نژاد در حال برگشتنه و صحبت میکنه از لابی های گوناگونی که در کشور آمریکا هست، مثل نایاب، پایا و شورای ایران و آمریکا. بعد هم یه چیزی میگه برای من باور نکردنیه، میگه که تعداد لابی های جمهوری اسلامی، اینا مثال زده، میگه بیش از تعداد آنها برسید نزدیک 500 است. 9 دسامبر حرفای آقای امیر احمدیه. پس چی؟ ما درست کار نکردیم. کی درست کار نکرد؟ نه اون آدم هایی که شبا میرن تو ارکستر و اینا تو میرن موسیقی گوش میکنن اینا، من اگه اونجا باشم اصلا فامیل های زیادی دارم، حتما محبت میکنم، من دعوت میکنم، منم میرم، اشکالی هم نداره. اگه اصلا رقص ایرانی هم باشه، ممکنه که با توجه به وضع جسمی 4-5 دقیقه بیشتر نتونم برقصم، ولی بچه های منو عرض کنم که نزدیکان من اینا خواهند رسید و من میشینم اینا رو تماشا میکنم، کف میزنم، خوشم هم میاد از زندگی کردن. ضمن این که بقیه وظایف انسانی من رو احتمالا فراموش نمیکنم، تا جایی که میتونم سعی میکنم انجام بدم. اگر امیر احمدی میگه 500 تا لابی درست شده، اگر یزدی نمیدونم اون فرمان سردار یزدی میگه زلزله اجتماعی وجود داره، این ما هستیم که نتونستیم ایرانی ها رو دور هم دیگه جمع بکنیم. ای از اونهایی هستش که ادعاهای سیاسی دارن، ادعا دارن که طرفدار آزادی هستن، خودخواهی های خودشون رو نمیتونن کنترل کنن، با هم زیر یک سقف بنشینن. من هفته گذشته یا یکی دو هفته پیش از آقای رضا پهلوی که هم بلایتی منو به خاطر مازندرانی درست که مادرش
زنجانیه ولی خب خودش مازندرانیه، پدرش مازندرانیه و نسب معمولا به پدر میره. تشکر کنم که آقا خدا پدرت بیامرزه، تو پات از این سلطنت کشیدی دور، این دعوای 28 مرداد از بین رفته و یه دعوای بزرگیه، یه تعدادی از شهروندان عرض کنم پشت این قضیه باقی موندن. از ایشون تشکر کنم. معنی چه باید از این نیست که من تو قرن 21 عرض کنم که طرفدار عرض کنم که انتقال قدرت سیاسی از طریق خون هستم، نه نیستم، اما همه شهروندان رو باید تلاش بکنیم که حداقلشون در نظر بگیریم و کاری بکنیم که اون زلزله اجتماعی رو تبدیل به شورش های کور نشه، اون زلزله اجتماعی بتونه به هدفهای خود برسه. 1 میلیون معلم داریم ما، همین الان اگر خودمون رو تقویت بکنیم جمع بشیم و همین الان اعلام بکنیم که حاکمیت در دوره موقت در اختیار شوراهای مدارس خواهد بود، مثال میزنم، مردم از انتقام جویی دیگه وحشت نخواهند داشت، میگن که معلمین ما رو نگهداری میکنن. دوست بعد از رو با یکی از بزرگان صحبت میکردم که توی یکی از شهرستان ها خیلی فعال بود، به من میگفت که رضا باورت نمیشه که تمام دستگاه های امنیتی و ارتش و نمیدونم شهربانی و کلانتری اینا همه از بین رفته بود ولی تو شهر امنیت موج میزد. این صحبت کیه؟ این صحبت 22 بهمنه و روزهای بعد از 22 بهمن. ما هم میدیدیم، من تهران بودم، منزل یکی از همبلایکی های رامسرین بودم، خانواده خیلی معروفی هستن و چون احتمالا در ایران اسمشون رو نمیبرم، خونه شون هم پلوی این بیمارستان 502 بود، همسر بزرگوار شام درست کرد و ما رفته بودیم اونجا، دیدیم همسایی ها اومدن نفت آوردن. شما نفت داریم؟ گفتن نه. یکی میشناسی این همسایت رو میشناسی؟ این پیرزن ها توی این محله کجا هست؟ ما اول به پیرزن ها نفت برسیم. ببینید جامعه چقدر اقتلاع پیدا میکنه در جریان یک نبرد آزادی بخش، و ما باید بتونیم بگیم که آقا فعلا که حزب و سندیکا و اینا نداریم، سازمان اجتماعی که داریم که معتبره، چه به لحاظ تاریخی معتبره، چه به لحاظ اصلا که رسالت معتبره، آموزگاران در هر محلی نماینده حاکمیت ملی باشن، یعنی عرض کنم که نگذارن انتقام جویی بشه، اگر متهمی وجود داره بگیرن نگهداری بکنن تا بتونن به دست یک دستگاه قضایی برسونن، اگر مردم گرسنه هستن بتونن نون رو تقسیم بکنن بین مردم، اگر آب نیست کاری بکنن، اگر برق نیست کاری بکنن، اگر در جای بیمار هست رسیدگی بکنن، شرایط فوق العاده اداره کنن. چرا طرح این سادگی کسی باید بهش اصلا بگیم اصلا یک کسی بهت بگه آقا این حرفی میزنی غلطه، اینجوری میشه اینجوری میشه، ولی باید یک راهی برای ایجاد اطمینان اولا بین اشخاصی که میگن این رژیم باید بیفته و ثانیا بین این اشخاص و بستر اصلی حرکت که جامعه ایران هست ایجاد بشه، و این 40 سال ممکنه خیلی بیشتر هم طول بکشه. اگر تقصیری هست، اگر میبینیم که هموطنان ما مثلا در ایالت کالیفرنیا که احتمالاً از همه ایرانیان سراسر جهان اقتدار مادی و معنویشون بیشتره، در این با هم سی اونها نیست، گفتید یکی دو پیش بود که خدمت رو افتر نیم 174 نفر توی همین امتحانات کالیفرنیا وکیل شدن، 3% وکلای اینجا از ایرانی ها هستن، از این 174 تا عرض کنم 3 تاشی تونستن جذب بکنن برای کارهای مربوط به جنایات رژیم. چرا نتونستن بکنن؟ باید عمل کنن، باید کار کنن، باید وارد بحث های عجیب و غریب تو اینجوری کردی من اینجوری کردم مصدق اینجوری بود شاه اینجوری بود، نه باید خونه در آتش باید آب ریختی، هر کس هم که آب بریزه کار خوبی کنه، باید با چنین روحیه‌ای
از هم بهانه گرفتن و دنبال نمیدونم انواع و اقسام توجیهات فلسفی و ایدئولوژیک و نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی و جامعه لنینیستی و جامعه ماویستی و اینا نباشیم. به فکر این باشیم این مملکت خونه آتیش گرفته، فعلا این آتیش خاموش کنیم. این راحت عمل بدون ادعا برای ادای دین نسبت به ولی نعمتمون مردم ایران، نسبت به بشریت، نسبت به وجدان خودمون ابتدا هم تاریخمون، فرزندانمون و آیندهمون. بله اینا واقعیتایی است که وجود داره. به حال آقا ممنونم از شما، سپاسگزارم که مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی تا از دانش و تجربت استفاده کنیم. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا دوشنبه دیگر و گفتگوی دیگر. سپاسگزارم آقای روحانی، ممنونم از شما. من هم با شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی عرض کنم که برای شما آرزوی تندرستی و شادی و امید فراوان دارم. موفق باشید. متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای روحانی رو. امیدوارم این صحبت‌ها کمکی به ما بکنه در راه روشن شدن، در راه اینکه بدانیم به کدام سمت و سو باید برویم. از اینکه این برنامه رو دنبال کردید از شما نهایت سپاس دارم. خواهش میکنم در معرفی سایت میان تیوی کوشا باشید، برای اینکه توی خود سایت اون بخش مقالات، همونطور که آقای روحانی هم در فرمایشاتش بهش اشاره کرد، به هر حال دوستانی هستند که زحمت میکشن مطالبی رو تهیه میکنن. حالا حتما نباید تصویرشون باشه، پیامشون بالاخره همون کار رو انجام میده. بنابراین اون یادداشت‌های روزانه یا بخش مقالات رو هم بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. بنابراین معرفی سایت میهن فکر میکنم یه ضرورته. و بعد هم خواهش میکنم که این کانال تلگرام رو که فایلای کم حجم صوتی درش قرار میگیرن به دوستانتون هم معرفی بکنید. از همه همراهیت سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، متشکرم.